سلام بمیدا عزیز، آرزو دارم صحتمند و سرحال باشین و همچنان لباس عافیت بر تن داشته باشین. بیننده های عزیز، ما امروز در مراسم فاتحه خوانی فهیم دشتی هستیم که تعداد زیادی از هموطنان ما در این فاتحه خوانی اشتراک کردیم و شما شاهد هستیم که فهیم دشتی یکی از خبرنگاران خوب کشور بود که چند روز پیش توسط دشمنان افغانستان در پنجشیر به شهادت رسید و ما امروز آمدیم از اینجا گزارش تهیه میکنیم و ببینیم که هموطنان ما چی گفتنی داره، اگر ما را تعقیب کنیم. خوش باشد عزیزم، پدرم و پرسان میگم سلام کاکا. خوب هستین کاکا؟ صحتمند هستین؟ خیر و خیره؟ در نخست میشه خدا معرفی کنید؟ من یکی از دوستای جنرال صاحب قاسم خان هستم، هم کارشون بودیم در زمان هایی که با این دوگه در قوی کار میکردن. بسیار خوب کاکا جان، چطور که امروز ایجا آمدین؟ خوب دیگه از خضای روزگاهی نمی مرگو میرستن، انسان ها میمیرن، انسان ها با شهادتی چیز یک علمناک شهادت است، شهادتی فهیم جانی داشتی. ما آمدیم دیگه همیشه دعا کنیم حقش خدا رویش شاد داشته باشه. آمین. و خدا من و برکتی تو شهدای واقعی کشور ما، ما مملکت ما یک آرامی و سلام نصیب بگردانه و فامیل از اونه اونه عجل حسین نصیب بگردانه و خیر و برکت به کسانی که در راه افغانستان و افغانستان جان میدن، خدا غریق کرده هم بسشان کنه، شخصیت بسیار والایی بودن. قربانت. همیشه که در مورد شخصیت فهیم دشتی صحبت داشته بودن، چی گونه شخصیت داشت؟ گفتم یک فرزانه، یک وطن دوست، یک کیاری وفاداری پدر بسه. پدر اصلا بونجا در اونجا بمراش در پایش بود، زخم برداشت، از اونجا پس آمده اینجا در پای بچیش به خاطر این مقاومت دوم خدا شاد است نصیب کرده بود، شخصیت والایی بوده. رویشان شاد باشد. آمین آمین. چنین جوانان که از وطن میرن، چنین جوانان که به خاطر کشور، به خاطر از اینکه یک جوان بود، یک کسی بود که افتخار آورین کشور بود، چه رقم تاثیرات بعد خود داشتن؟ در رادیو میبینین، دوستاش میبینین، کسانی که میشناختن کارایش میبینین که چی میگوین، از چی تعریف میکنن. بنان هیچ جای واقعی نمونه که بگویی که این یک چرخ یک شخصیتی بود. بنان جاشون همیشه خالص داره، یک گوینده جوان یا راست گوی دوان در روی ژورنالیسم بود. پیامتان برای مردم افغانستان، برای کسایی که خودت هم یکنون تماشا میکنن چیست؟ عافیت، خیر و عافیت، صحت سلامتی افغانستانی که 40 سال درد دیده و خداوند افغانستان آرام داشته باشه، برای شهدا صحت سلامتی و افغانستان زنده و ارواح شهدا رو خداوند شاد مامور و خلیق رحمت خود بگردانه. آمین. شکر کنم. سلامت. قربان. خب قسمی که پدر بزرگوار ما در مورد فهیم دشتی صحبت داشتن، در مورد شخصیتشون صحبت کردن و ببینیم دیگر دوستا هم چی صحبت هایی دارن در مورد شخصیت فهیم دشتی. اگر با ما باشین، ما را دنبال کنیم. دوستان عزیز، یکی از نزدیکایش همیجا
همراهشان صحبت می داشته باشن. البته نزدیکای دشتی صاحب است که همیجا استاد هستن و در مورد دشتی صاحب صحبت می داشته باشن در مورد شخصیتشان. سلام خدمتتان، خوب هستین؟ صحتمند هستین؟ خیر خیرت بخیر هستین؟ سلامت باشین. قربانتان، در نخست میشه خدا معرفی کنین؟ من احمد مسیح حامی، پسر فعال شهید فهیم دشتی. بسیار خوب، در مورد شخصیت دشتی صاحب بگویم که چگونه یک شخصیت داشت؟ در مورد شخصیت دشتی صاحب اگر ما صحبت کنیم باید یک مصاحبه بسیار طولانی داشته باشیم. دشتی یک آدم کاکه، یک آدم جوانمرد، یک آدم با هدف، با برنامه و با استعداد بود و از همه بیشتر و از همه مهمتر که یک دوست و یک رفیق بسیار خوب. ما با اون تناسب سن سالی که سن سال ما نزدیکتر بود با اونا یک در پهلوی ازی که بحث رابطه خانوادگی بود، یک رابطه دوستی و رفاقت بسیار عمیقی هم در پهلویش بود. آقای دشتی چیزی که مرا بیشتر همیشه از او الهام میگرفتم و الگو میگرفتم همین بود که آدمی با هدف و با برنامه بود و هدف خود را مشخص کرده و ترسیم کرده و بر دنبال او هدف همیشه پا میگذاشت. و همین که امروز شهادت شما و شما شاهد هستیم، این هم بر اساس همین بود که در اون مسیر و هدفی که برای خود تعیین کرده بود یک لحظه هم فروگذاشت نکرد. خاطرات از دشتی صاحب داشته باشین، چه خاطرات دارین؟ البته خاطرات خوب خوش حتما دارین. با دشتی صاحب خاطرات بسیار زیاد داریم. زمانی که دشتی صاحب آمدن در سال 2001 و هفتنامه کابل را ایجاد کردن، ما هم تا او زمان در بیرون از کشور برای تحصیل بودم، آمدم به کابل و به عنوان اولین کاری که من شروع کردم، کار یا وظیفه را که من گرفتم با آقای دشتی بود در هفتنامه کابل و از همون زمان شروع کردیم. بالاخره باز زمانی که شب و روز ما شبانه روزی با آقای دشتی کار میکردیم، اما با وجودی که از لحاظ جسمی شاید یک آدم بسیار تنومند و قوی نبود، ولی از لحاظ فکری و از لحاظ روحی و از لحاظ انگیزه ما همیشه به همون توانایی و به همون قدرت و نیروی ایمانی که داشت و قدرت و نیروی برای کاری که داشت ازش همیشه غبطه میخوردم و میدیدم که با وجودی که ما از لحاظ جسمی از او کرده کلانتر بودیم، ولی کاری رکو میکرد، زحمتی رکو میکشید و به هدف را که برای خود تعیین کرده بود به اون مسیر قدم میگذاشت، اوش برای ما همیشه به عنوان یک الگو. و هدف دشتی صاحب چی بود؟ دشتی صاحب اهداف زیادی داشت. بحث اول آزادی بیان بود که دشتی صاحب ما میتونیم به عنوان یک شخص پیشرو در مسیر آزادی بیان حساب بکنیم. در حوزه خبرنگاری آقای دشتی دستاوردهای زیادی داشته. ما شما امروز شاهد هستیم که خبرگزاری کلان در سطح جهان مثل سی این این و بی بی سی و الجزیره و اینا از خبر شهادتش را نشر کردن و این به عنوان یک دستاورد کلان برای حوزه خبرنگاری کشور بود و در پهلویش یک آدم آزاد بود و آزاد با فکر آزادی بود و همیشه آزادی برش به عنوان یک اصل و به عنوان یک هدف در هر کار و در هر بخش و در هر وظیفه که او امو مصروف می بود به مو آزادی می فکر می کرد و به آزادی ایمان داشت. این چیزایی بود که ما همیشه از او دیدیم و از او الگو گرفتیم و من افتخار از این را دارم که هم پسر خالیش بودیم و هم همکارش بودیم و هم دوست و رفیقش. با رفتن چنین شخصیت ها چه فکر میکنین که وطن ما و کسایی که جوانایی که بعدن میان اینجا چی تاثیرات منفی را خواهد گذاشت؟ بدون شک داری شکی نیست که افغانستان با یک تحولات مواجه شده، یک تحولاتی در کشور آمده. بدون شک اداره و مدیریت و نظم و سیستم ایجاب میکنه که یک تعداد شخصیت هایی که تجربه دارن، سابقه کاری دارن، شخصیت هایی که توانایی کار را دارن، اینا باید درمون جزء از نظم و نظام یک کشور باشن. اگر قرار باشه که اونهایی که تجربه دارن یا از بین برده شوند، شهید شوند یا از کشور بیرون شوند، در نهایت ضرر کلان از این هم متوجه سیستم خواهد بود، هم متوجه مردم خواهد بود
و در تمام عرصه های زندگی تاثیر خواهد گذاشت، چی عرصه اقتصادی باشه، چی عرصه فرهنگی باشه، چی عرصه های متعدد که باشه. نبود کادرها و بیرون شدن کادرها و از بین رفتن کادرها تاثیر بسیار مستقیم و تاثیر بسیار بدی روی اوضاع کشور خواهد داشت. من امیدوار هستم که ما در آینده نزدیک شاهد یک اوضاع و احوالی باشیم که دیگر همو کادرهای ما از کشور بیرون نشوند، دیگر ما شاهد از دست دادن کادرها و استعدادهای ما نباشیم. پیامتان در آخر چیست برای مردم افغانستان، برای کسایی که خود هم یکنون تماشا میکنند؟ پیام ما در نخست خواستم از مردم این است که با یک فکر، با یک دید، با یک اندیشه، به خاطر یک وحدت، به خاطر آمدن یک صلح پایدار، به خاطر ایجاد شدن یک فضای امن و امان و یک فضای مناسب برای مردم، همگی ما اگر در نظام هستیم، اگر بیرون از نظام هستیم، تلاش بکنیم و زحمت بکشیم و تلاش بکنیم که مردم فقیر افغانستان از این بیشتر رنج نبینن، از این بیشتر ضرر نبینن و ما شاهد یک آینده شگوفان باشیم و از امارت اسلامی افغانستان، از کسانی که در رأس نظام قرار دارند، خواست ما این است، خواهش ما این است که نظر مردم را و خواست مردم را در نظر داشته باشند. بدون در نظر گرفتن خواست مردم، من مطمئن هستم که ما به همو اهداف تعیین شده خود رسیده نخواهد دانستیم و باعث ایجاد مشکلات در هر عرصه خود. دوستای عزیز، همینجا چند نفر از کسایی هست که اینجا به خاطر فاتحه خوانی آمدن و در مورد فهیم دشتی صحبت می داشته باشن، ببینیم که چی گفتن یا دارن. سلام کاکا، امید که مزاحمتان نشده باشیم. خوب هستین؟ صحتمند هستین؟ تشکر. میشه که بگوین چطور امروز اینجا آمدین؟ ما امروز به خاطر اشتراک در مراسم فاتحه خوانی فهیم دشتی آمدیم. خب بسیار خب، میشه که در مورد فهیم دشتی صحبت داشته باشین؟ در مورد شخصیتش، چگونه یک شخصیت داشت فهیم دشتی؟ من نمیتونم که در قسمت از او یک قضاوت بکنم. او یک انسان بسیار متعادل، یک انسان بسیار شریف، نرم و صدای ملت بود، صدای مظلوم ملت به گوش جهانیان میرسان. فقط این مخر خصوصیات و خصایصش هم میشناسم خلاص. خب کیها فهیم دشتی را به شهادت رساندن؟ از اینکه ما چون دهیج هستم نمیتونم قضاوت بکنم، دوباره شهادت از ما چیزی گفتن. با چنین شخصیت های تاثیرگذار رفتنش چی تاثیر منفی میگذارد بر کسایی که نسل های بعدی ماست؟ صدای مظلوم جامعه در گلوش خفه میشه. دیگه تاثیرش خب به فامیلش و برای جامعه خود زیاد است، اما یک برای زندگی بسیار مهم اینی است که صدای مظلوم جامعه در گلونشون خفه بشه. خواست شما از امارات اسلامی و مردم افغانستان چیست؟ خواست ما این است که به ارزش‌های ملت و مردم احترام بکنن. پیام شما در آخر چیست؟ پیام ما این است که بیان تن به صلح بدن، از یک اتازی و دیگه یک روی هیچ کس در افغانستان پیروز نشده. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شر الجن والإنسان، اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا مع سلامة الإيمان، اللهم اجعل في آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، الحكم لله.
مسجد بزرگست میشه در مورد گوشه بودت و شهادت زدن جناب دشتی صدبو به دو روز قبل ذبیح الله مجاهد در بزرگداشت رسانه ها گفتن که فهیم دشتی گویا از سوی نیروهای آنان به شهادت نرسیده، پس شهید فهیم دشتی از کدام طرف به شهادت رسیده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما شهادت به مردم افغانستان تسلیت میگم، انا لله و انا الیه راجعون. جزئیات مسئله در دست نیست، اما شخصیتش کارنامه‌اش به همه مردم افغانستان معلوم است. جناب دکتر صاحب عبدالله نخواست مصاحبه بده، فقط یک تسلیت برای هموطنان گفت و ما خواستیم که ازشان مصاحبه داشته باشیم، گفتشونو داشته باشیم، در مورد شخصیت فهیم دشتی صحبت داشته باشه، ولی دکتر صاحب عبدالله صحبت های در این مورد نداشتن. بیننده های عزیز، شما مراسم فاتحه خوانی فهیم دشتی را تماشا کردین و تعداد زیادی از هموطنان ما هم در این فاتحه خوانی اشتراک داشتن و صحبت های در مورد شخصیت فهیم دشتی داشتن و شما هم تماشا کردین. امیدوار هستم که برنامه را تا آخر تماشا کرده باشین و این بود برنامه ما. تا برنامه دیگه شما را به لای پاک بنیاز می‌سپارم. خدا من حفظ نگهدار همتون.